درود بر شما. امروز می‌خوایم با کمک همدیگه یک عمل جراحی موفقیت آمیز داشته باشیم. یک جراحی که وقت انجام دادنش رسیده. هممون باید آسینامونو بالا بزنیم تا بتونیم دمل چرکین و کهنه کدورت بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها رو در بیاریم و بخوش کنیم. ولی قبل از شروع به این جراحی، اول میخوام داستان به وجود اومدن این کدورت و سوء تفاهم رو براتون بگم تا هممون بدونیم که چرا دو ملت ایران و افغانستان که همیشه و در طول تاریخ در کنار هم و دوستدار یکدیگر بودن، کارشون به اینجا رسیده. قدر یکدیگر رو نمیدونن و هر روز بیشتر از قبل به ضدیت با یکدیگر میپردازن. داستان از 40-50 سال پیش آغاز شده و من خلاصه ای از این واقعه رو براتون میگم و امیدوارم آمادگی کامل برای عمل جراحی مهمی که در پیش داریم رو پیدا کنید. در دهه های 40 و 50 شمسی، زرق و برق شهرهای بزرگی مثل تهران روستاییان ایران رو ترغیب میکرد که برای برخورداری از مواهب توسعه‌ای که در شهرهای بزرگ ایران اتفاق افتاده و برای برخورداری از زندگی بهتر راهی شهرهای بزرگ بشن. و متعاقب همین طرز تفکر، سیل مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ایران آغاز شد. موج مهاجرت به قدری شدید بود که باعث پیدایش شهرهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ شد و این شهرهای نوبنیاد که به خوابگاه‌های کارکنان در شهرهای بزرگ میمانست، در حاشیه ابرشهرها شروع به رشد کردند. در سالهای اولیه این مهاجرین به بازار کار شهرها جذب می شدن و به راحتی شغل آبرومندی که کفاف زندگیشون رو می کرد گیر می آوردن. با وقوع انقلاب اسلامی جمعیت این مهاجرین بیشتر و بیشتر شد. روستاییان و ساکنین شهرهای کوچک ایران که می دیدن دوستان و فامیلهایشون در شهرها به سر و سامانی رسیدن و وضعیت خوبی پیدا کردن، در اولین فرصت راهی شهرها می شدن و به کار و زندگی بهتر دست می یافتن. ولی ناگهان و به یک باره رویای این مهاجرین که برای کار و زندگی بهتر به شهرها سرازیر شده بودند به سراب تبدیل شد. چرا؟ چون در سال 1358، یعنی حدود یک سال بعد از انقلاب ایران، قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی بی‌رحمانه به کشور همسایه افغانستان یورش برد و این کشور رو با چکمه‌های آهنین به اشغال خودش درآورد. نظامیان ارتش سرخ دست به کشتار بیرحمانه و گسترده در افغانستان زدند. آنها هر روستا و شهری رو که در برابرشون کوچکترین مقاومتی نشون میداد با حملات شدید زمینی و هوایی درهم میکوبیدند. یورش وحشیانه ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان جز کشتار، ویرانی روستا و شهرها و آوارگی مردم مظلوم افغانستان نتیجه دیگه‌ای به بار نبرد. بسیاری از افغانستانی‌ها که تا قبل از این در صلح و آرامش زندگی می‌کردند، به یک بار تبدیل به جنگ زده و آواره کشورهای دیگه از جمله ایران شدند. در اینجا بود که شهرهای بزرگ و بازارهای کار ایران به صحنه رویارویی بر رقابت دو گروه عظیم مهاجرین افغانستانی و ایرانیان مهاجر به شهرهای بزرگ تبدیل شد. آنها هر دو به دنبال کار و گذراندن معیشت خود بودند. ولی رقابت بین آنها در گرفتن کار بهتر باعث کاشته شدن بذر دمل کدورت بین دو برادر ایرانی و افغانستانی شد. کارفرمایان ایرانی هم این دمل رو چرکین تر کردند. آنها تمایل بیشتری به استخدام افغانستانی ها داشتن، چون هم دستمزد کمتری می گرفتن و هم به علت خارجی بودن دردسرهای قانون کار ایران رو نداشتن. و این امر برای متقاضیان بازار کار ایران که خود احتیاج مبرم به کار داشتن گرون تمام می شد که افغانستانی ها به راحتی به سر کار می رفتن و آنها بیکار می ماندن. متقاضیان ایرانی بازار کار که تا قبل از اون دغدغه کار پیدا کردن نداشتن بیکار ماندن و گناه این بیکاری به گردن مهاجرین تازه وارد افغانستانی افتاد. بذر کدورتی که کاشته شده بود بزرگتر و بزرگتر شد و رقابت بین مهاجرین افغانستانی و مهاجرین داخل ایرانی که به شهرهای بزرگ می اومدن رو به کینه و کدورتی که هنوزم ادامه داره تبدیل کرد. یه خورده اگر بیشتر فکر کنیم می بینیم هیچ کدوم از ما، چه ایرانی و چه افغانستانی، در ایجاد این کدورت و دلگیری بینمون نقشی نداشتیم.
برادران افغانستانی، میدونم شما هم مقصر این وقایع نبودید. میدونم ماموران پلیس ایران، ادارات و بعضی مردم عادی رفتار خوبی با شما ندارن. این رفتار از همین کدورت و سوء تفاهمی اومده که بین این دو ملت در اصل برادر از یک ریشه شکل گرفته و متاسفانه هنوزم ادامه داره. عزیزان ایرانی و افغانستانی، بیایید دمل چرکین این کدورت و سوء تفاهم رو که برای ما دو همسایه همریشه مسموم و به ناکجا آباد ختم میشه رو بخوش کنیم. واقعا وقتشه که گذشته ها رو که گذشته فراموش کنیم، همدیگر رو ببخشیم و با هم برادر و مهربان باشیم. روی سخنم با شماست هموطنان عزیزم، ایرانیان. وقتشه که برادران افغانستانیمون رو از خودمون بدونیم و خدای نکرده با اونا رفتارهای غیر انسانی و خودخواهانه نداشته باشیم. باور کنید ماها یکی هستیم و از یک ریشه ایم. برادران افغانستانی عزیزم، شما هم ما رو به خاطر تمام این سوء تفاهمات و رفتارهای برگرفته از آن ببخش. در واقع هیچ کدوممون مقصر اصلی این کدورت نیستیم، نه ایرانی و نه افغانستانی. مقصر اصلی وضعیت به وجود اومده بین ما جنگ سرد و ابرقدرت‌های جهان آن روز، به خصوص اتحاد جماهیر شورویه که دو ملت دوست و برادر رو رو در روی یکدیگر قرار داده. ولی ما موفق خواهیم شد این دومل رو که تقریبا هیچ کدوممون در به وجود اومدنش نقشی نداشتیم رو بخوش کنیم و مانند هزاران سالی که پشتیبان هم و در کنار هم بودیم، در کنار و پشتیبان هم خواهیم ماند. نابود باد جهل، خرافات، نفاق و دشمنی، زنده باد صلح، دوستی و رفاقت، زنده باد تمام انسان‌ها و زنده باد انسانیت.